با درود فراوان خدمت شما نازنینان بینندگان عزیز این رسانه دیداری فارسی زبانان همیهنان هم در جای جای جهان پهناور ساقی بده پیمانه ای که بیخیشم کند در حسن شورنگیز عشق غافلتر از خیشم کند نازنینان هم میهنان. امروز بیش از سه هزار خانواده در ماتم و سوک فرزندان دلبند خود هستند. اما سیاستگذاران بیوجدان، آنچنان که دوست دارند همه را سرگرم می کنند برای کشته شدن یک جنایتکار سوگواری می کنند و داربست می زنند و بعد داربست را بر سر مردمانی که برای خاطر منافعی که مشارکت آنها در رفتن و مشایعت جسد متعفن یک جنایتکار ممکن است نصیبشان کند بر سر آنها خراب میکند و بعد میگویند ازدهام به قدری بوده است که آنها به قطع رسیدن یا کشته شدن آخر خیرات میکردند که جمعیت اینگونه این حجوم ببرد و بخواهد به مسئله خاصی برسد که جان خود را به خطر بیاندازد عاملی خارجی موجب مرگ این تعداد انسان ابله در کرمان گردیده شاید هم قضاوت عادلانه ای نباشد که آنها را ابله بنامیم گرسنه بودند برای خوردن ساندیس یا کپون برنج یا روغن در این مراسم شرکت کردن اکثریت این جمعیت را سپاه پاسداران و سیجیان نیروهای انتظامی سربازهای ارتش و مزدورانی که حکومت جنایتکار اسلامی انگلیسی در ایران دارد تشکیل می دادن. واقعیت این است که ببینید حرکات سیاسی آقای ترامپ با حرکات سیاسی احمدی نژاد هیچ تفاوت ندارد شاید بسیاری از شما به خاطر دارید در مصاحبه ای که احمدی نژاد با کروبی و موسوی داشت به آنها اشاره میکرد میگفت بگم بگم و مطالبی را میخواست در ارتباط با این دو نفر بیان کند و تهدیدشان میکرد که اگر زبان درازی کنید من بازگو خواهم کرد آقای ترامپ هم از روزی که نیرو به منطقه فرستاده تا به امروز مرتبا میگوید بزنم میزنم بزنم آنقدر میستد می میستد بعد به ایشان هشدار میدهند که نیروهای خودت را خارج کن ما قصد داریم بزنیم آقای بوریس جانسون هم با ایشان ملاقات می کند و خوابی که برای خاور میانه دیدند خواب بسیار بسیار خطرناکی است اگر کشورهای خاور میانه مردمش به فریاد خودشان نرسند هیچ کس آنها کمک نخواهد کرد توجه بکنید از روزی که سفارت آمریکا در ایران بسته شد به مرور دولت انگلیس هر بلایی که خاص بر سر مردم ما توسط مزدوران خودش که همین ملاهای روزخان باشند آورد امروز دارد منطقه را از وجود آمریکا خالی میکند. آمریکا حق ندارد در منطقه بماند. چرا؟ برای اینکه تمام ثروت دنیا در این منطقه مدفون است و انگلستان همه ثروت را برای خودش میخواهد. آمده است به چاپت چپاول کند، چپو کند و آمریکا هم پشت در بماند پشت درهای ایران ماند پشت دیوار ایران ماند چهل سال حال از منطقه به طور کلی باید بیرون برود توتعی که انگلستان آن را طراحی و برنامه ریزی کرده است این است که آمریکا در منطقه نباشد چرا آمریکاییان تا حدودی انسانیت و محبت را میشناسند ولی انگلستان سیاستش فقط و فقط جذب منافع است و در این راه از کشتن کشته شدن حتی خادمین خودش هم ابایی ندارد به راحتی میکشد قاسم سلیمانی کم به آنها خدمت نکرده بود ولی توسط خود آنها به قطر رسید نشانی ها داده شد تا در زمان مناسب او را از سر راه بردارند تمام تفاسیری که دوستان خواهند کرد در آینده روشن خواهد نمود هدف اصلی چه خواهد بود هدف اصلی از تمام این بساتی که شما در حال حاضر میبینید راندن آمریکا از منطقه بیرون کردن آمریکا از منطقه به سرکردگی دولت بریتانیاست و با تبلیغات و همکاری حزب دموکرات در داخل آمریکا آمریکا را از منطقه بیرون خواهند کرد و بعد جشن خواهند گرفت که به راحتی میتوانند اموال مردم را چپاول کنند. ثروت کشورها را بالا بکشند. در این لحظه وظیفه تک تک مردم کشورهای منطقه خاور نه تنها ایران در عراق در کویت در دوبی در عربستان این است که سیاست ضد انگلیسی را تقویت کنند آنچه بلاس بر سر مردم منطقه خاورمیانه میآید توسط دولت بریتانیاست توجه بکنید از زمانی که شاهنشاه مهر خاک ایران را ترک نمود تا به امروز چه مسائبی نصیب مردم ما شده است کارتر انگلیسی آقای جیمی کارتر که ایالت پنجاه و یکم آمریکا را پاناما را به راحتی بخشید تا مرکز پورشویی و مرکز صدور مواد مخدر به جهان شود عملی را انجام داد که مردم ایران به این فلاکت و مصیبت بیفتند که برای ارتزاق خود کلیه بفروشند چشم بفروشند اعضای بدن خود را بفروشند ما ایرانی ها عادت کرده ایم به داستان ها به قصه ها به مثل ها به مطل ها آقا بس کنید یک کسی میرفت نمیدونم فلان شد به همانطور شد ما قصه نمیخوایم ما آدم خردمند میخوایم ما آدم هوشیار میخوایم منتها متاسفانه ما ایرانی ها کمتر عادت کرده ایم فکر کنیم بنده بر شخصه وقتی که تبلیغاتی علیه آقای ترامپ بودش در ارتباط با زدن مراکز فرهنگی لختی با خود اندیشیدم گفتم که چگونه ممکن است یک کسی که حتی سیاست را نمیداند بیاید و در ارتباط با زدن مراکز فرهنگی آن هم در سطح بین المللی سخنرانی کند وقتی فکر کردم که چطور ممکن است آقای ترامپ یه همچین صحبتی کرده باشد به راحتی فکرم رفت به سوی حوزه های علمیه به گواهی زمان در ثبت مسائل در فیسبوک خواهید دید اولین کسی که مسئله حوزه های علمیه را مطرح کرد حقیر بودش که در آنجا نوشتم منظور آقای ترامپ از حوزه های فرهنگی همان ترجمه علمی است حوزه های علمیه را ایشون که مراکز فساد هستند جزء 52. و نقطه در نظر گرفته و متاسفانه برخی از ما حتی زحمت مطالعه مختصر را هم به خودمان نمی دهیم ولی استاد سیاست هستیم. در روی فیسبوک شخصی نوشته بود که این 52 نقطه از کجا آمده؟ یکی دیگر از افراد نوشته بود که این 52 نقطه 52 ایالت آمریکاست که به نشانه 52 ایالت آمریکا آقای ترامپ بخواد از برای هر ایالت نقطه ای را بزنه شخص اول نوشته بود که آقا 50 ایالت بیشتر نداره فرد دوم دوباره مجددا نوشته بود که چرا در فلانجا نزدیک سواحل ژاپن اونجا متعلق به آمریکاست در کوبا ای هستش که متعلق به آمریکاست ببینید اصلا فکر نمیکنن ایالت با یک منطقه یه تحت الحمایه یا مستعمره یا هر اسم دیگری که داشته باشه متفاوته مفهوم این واژه ها متفاوته و همینطور دهنشون رو باز میکنن بعد تفسیر میکنن آقا سیاست تخیل نیست که شما هرچی فکر کردی و رویا داشتی بیای اونو پیاده کنی سیاست به فکر احتیاج داره ببینید نمایشنامه رو ببینید دیشب من دیدم خبر اومد که چندتا تا آمریکایی از امارات بلند شدن دارن به نقطه نامعلومی میرن خندم گرفت واقعا یعنی چی جز اینکه مردم رو فریب بدن مردم رو سرگرم کنن که حالا مثلا چهار تا مفکنم بلند شد رفت دور زد برگشت اومد آقا جواب مادران داغداری رو که فرزندانشون رو از دست دادن پیش باشید نه اینکه قاسم سلیمانی جنایتکار رو کشتند یک کفدار رو از بین بردن یک حیوان رو از بین بردن حیوانی که قاتل بسیاری از کودکان بوده جان بسیاری رو گرفته بوده حالا تمام فیسبوک خط نشون میکشن که ما انتقام این کفدار رو میگیریم چی رو میگیرید؟ کی انتقام اون فرزندان ایران که به خیابان آمدن با دست خالی گلوله مغزشون رو ولو کرد و بعد جسدشون رو داخل رودخانه ها انداختید بی خواهد گرفت دوستان عزیزان برای اینکه این رسانه به ایران برسه از کمک های خودتون به این رسانه خودداری نکنید به هر روی بایستی هزینه این مکان هم تهیه بشه و این با همت شما نازنینان تامین خواهد شد دوستان من اون چرا که لازمه یک بار برای شما بازگو می کنم اینها رو به ترتیب مد نظر داشته باشید ما باید مبارزه خودمون رو در ایران ادامه بدیم گوشمون بدهکار کشته شدن یک کفتار یا صد کفتار هم نباشد انگلستان توطعی بدی برای مردم ایران چیده مطمئن باشید اگر آمریکا را توانست از منطقه بیرون کند به راحتی جنایات بیشماری اتفاق خواهد افتاد تک تک شماها که در تظاهرات شرکت کرده اید جانتون در خطره مگر استانین متجاوز از 20 میلیون انسان رو بیخ دیوار نگذاشت و نکشت چه کسی در دنیا جرأت کرد به او اعتراض بکند بعدم گفت کشور شوروی در پشت دیوار آهنین امروز هم شما همین حالت رو دارید پس فردا وقتی آمریکا نبود در منطقه مطمئن باشید نه تنها در ایران در عراق در کویت هر کس نفس بکشد او را خواهند کشت در کتاب به زمامداران شوروی که الکساندر سورجینستین حدود چهر سال پیش آن را به رشته تحریر در آورده بود یک بار برای شما گفتم اگر شما در حال رانندگی باشید و رادیو اعلام کند قیمت مثلا بنزین امروز دو درصد افزایش یافت شما که دارید رانندگی می کنید اگر اخمتون رفت و هم چهره در هم کشیدید بلافاصله فاصله صفحه مانیتوری که در اتومبیل شما هست روشن میشه به شما میگه که برای چی اخ کردید به اولین پاسگاه خودتون معرفی کنید و اونجا توضیح بدهید و در اونجا اگر توضیح قانع کننده ای ندهید بلافاصله فاصله شما را به اردوی کار اجباری میفرستن این یک رویایی بود که به اصطلاح الکسان سورجینسین داشت و بعد میبینیم که امروز داره به حقیقت میپیونده در کنار این مسئله باز ما میبینیم افرادی در ایران مرتبا تصاویرشون میاد در زندان سخرانی میکنن میرن به ملاقاتشون آقا از این زندان به اون زندان منتقلشون کردن قصه سرایی میکنن براشون چرا یک جوان مبارزی رو که میگیرند میبرند هیچ کس ازش تا ماها خبری نداره و آخر سر هم جسد او را تحویل میده شما اندیشه بکنید فکر کنید ببینید این حقباس ها این ها معمور خودشان هستن بیگن فلانی رو کتک زدن مورد ضرب و شد قرار دادن در زندان حتی ممکنه تصاویرشم برای شما بذارم من یک بار برای شما گفتم داستان مصنوی رو گفتم آن حاکم یهودی که برگشت گفت تعداد مسیحیان دارند زیاد میشوند و ممکن است اشکال ایجاد بکنند برای حکومت ما وزیرش برگشت گفت کاری ندارد شما این را به من بسپارید و بعد به حاکم گفت گوش منو و دینی مرا ببرید و بگویید این گرایش به دین مسیح داشته, داشته است و مرا بخواهید به قطع رسانید بعد واسطه ای باشد آن وسط که نگذارد من به قطع برسم من از خدمت شما مرخص می و مرا بیرون کنید بعد بقیه مسائل را بسپارید به دست من من کاری خواهم کرد که از کشته مسیحیان پشته ایجاد شود این داستان مصنوی است در 600 سال پیش و این وزیر می آید مسیحیان فکر میکنن واقعا این گرایش به دین مسیح داشته است اطراف او جمع میشوند و مرید او میشوند او دوازده گروه مسیحی را به حضور میخواند و برای هر کدام یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب میکند بعد یکایک که اینها رو اصاف می آمدن خدمت ایشان و ایشان تعلیم میداده تعالیم مسیح را به اصطلاح به این افراد میداده به هر کدام جوری صحبت میکرده مثلا به یکی میگفته که خداوند همه کارها را خودش رو میکند دلیلی ندارد ما برای اینکه کاری اگر اشتباه دارد انجام میگردد اعتراض بکنیم ما باید به خداوند محول کنیم به دیگری میگفته خداوند درست است که همیشه حامی بندگانش است ولی به بنده اش عقل داده است اگر خلافی میبینید بایستی بایستید نه اینکه بگویید خدا خودش کارها را درست میکنه خلاصه با دوازده ایده مختلف اینها را پرورش میدهد ماجراهای زیادی دارد من خلاصش میکنم در نهایت آخر سر می میآورد و با اینها قهر میکند و میرود در اتاقی خود را محبوس میکند و بعد از یک هفته که این مریدانش میآیند التماس میکنند از اتاق به در میآید به آنها میگوید من تا سه روز دیگر میمیرم و یک به یک رهبران هر گروهی از مسیحیان را به حضور میخواند و به آنها میگوید بعد از من تو باید سرپرستی تمام این دوازده گروه را به عهده بگیری و حتی حکمی برای او می نویسد که بعد از او او رهبر کلیه مسیحیان است این یکی را مرخص می کند به دیگری هم همین به دوازده نفر حکم می دهد و به آنها میگوید بعد از اینکه که چهر روز از دفن من گذشت شما علنا بگویید که من رهبر همه هستم چهر روز می, می گذرد و این دوازده نفر هر یک در گوشه می گوید من رهبر تمام مسیحیان هستم جنگ بین آنها در میگیرد و همدیگر را آنقدر میکشند که همان گفته ای که آن وزیر قول داده بوده انجام می شود یعنی ببینید هدف وقتی انسان داشت حتی از گوش و بینی خود و جان خود هم میگذره کسانی که امروز در زندان کتک میخورند فلان میشه بهمان میشه اینها رو مرتبا باشون مصاحبه میکنند آقا اینها از خودشان هستند برای بقای حکومت جانیان اینها را تبلیغ میکنند به چه زبانی من به شما بگویم باز دلسوزی کنید برای قاسم سلیمانی که فرزندان شما را در همین تظاهرات اخیر موجب مرگشان شد گریه کنید زاری کنید تو سر خودتان بذارید برای اینکه شعور ندارید اگر با شعور بودید اگر فهم داشتید اگر عقل داشتید می گفتید یک کفدار پیکرش متلاشی شده خدا را حمد می کردید نه اینکه که کنید این مسئله اوله مسئله دوم مسئله هستش که شما باید بدانید از هر راهی که امکان داره گروه های پنج نفره تشکیل بدید و مبارزه خودتون رو انجام بدید بر علیه حکومت امروز متاسفانه به دلیل اینکه برنامه بنده زمان شغیر کرده و بی اطلاع بودم مدت کمی در خدمتتون بودم و باید با شما خداحافظی کنم از هفته آینده ساعت یازده من در خدمت شما هستم شاد و خرم و سرفراز باشید و لبخند بزنید به زندگی در عین حال که مبارزه می کنید بدرود و خدا نگهدار